میگویند که وقت داور است. داوری کی؟ داوری چی؟ داوری کدام وضعیت؟ و عموماً همین مقال برای چی گفته شده است؟ و واقعاً هم وقت داور است. همین هفته تماماً نقشه های ما دیگر بود. میخواستیم که درباره دیگر موضوع برنامه کنیم، ولی در نیمه هفته تماماً نقشه هامون عوض شد و خواستیم که درباره وقت برنامه کنیم و تو پخش برنامه همگی دو روز دیگر باقی مونده بود. وقت کوتاه است و میخواهیم که درباره وقت در همین وقت کوتاه برنامه سازیم. همه سر و سیمه بودند، گویی کجای شتاب داشتند. با نفران زیاد تماس گرفتیم، از نبودن وقت بهانه پیش آوردند و خواهش ما را رد نمودند. سلام علیکم، بخشش وقت ندارم، این حالت در برنامه های قبلی نیز بسیار رخ داده بود، ولی ما به این زیاد توجه نمی کردیم. اما این دفعه این حالت توجه ما را بیدار کرد. چرا انسان ها وقت ندارند؟ وقت چیست و از کجا شروع می شود؟ و در کجا پایان می‌یابد؟ ما تا کجا به درک این مفهوم می‌رسیم؟ یکی از این وقت‌ها این وقت ابجکتیوی می‌باشد که فیزیکا با اون سر کار دارند و این وقت را ما توسط ساعت چن می‌کنیم. وقتی دیگر این وقت سوبجکتیوی است، یعنی احساس انسان یا شخص از گذشتن وقت. بعضاً اگر غمگین باشیم احساس می‌کنیم که وقت بسیار آهسته می‌گذرد، یا در انتظار یگان نفر باشیم یا انتظار یگان حادثه. ولی بعضاً ما گذشتن وقت را احساس نمیکنیم، اینه چنان تیز میگذارد که این چیز وقتی سوبیکتیوی است که از احساس هر یک نفر، از حالت روانی هر یک شخص وابسته است. این باره که امروز شما میبینید، این time for change، وریم پیرمین، معنیش که وقت برای بهبودی فرار رسیده است. یعنی حالت حضیره رو تغییر دادن. بله، این وقت از بس که وقت برای همه این بی‌بها است و همه چیز رو یافتن ممکن، اما غیر از همین وقتی که با انسانیت داده است. وقت رو اصلا در ایجادیات وقت تنظیم ندارد. مثلا ایجادکار میتواند نصف شب، این سوال شما مثل آن است که اگر گویی که من فلان روز در فلان ساعت در فلان جا عاشق می شوم، این هیچ علاج ندارد. یعنی که وقت برای ایجادیات نظام ندارد و می تواند نصف شب و در یک حالتی که شما صحبت کرده استادید و یک ایده می بیاد و حال می رود ایجاد کروی اصلا این حالت ها رخ می داد با اونا. برای همین وقت به اصطلاح روسی پانیتی رستیجیمه، یعنی یک مفهومی کمتر نامعینی هم دارد. نیوتن می گوید انسان ها تنها به درک وقت نسبی، همون اندازگیری اشیایی که وقت و ساعت روزمره ما را معین می سازد می رسند. ولی اگر در عالمی هستی هیچ چیز نموند و تمام موجودات زنده نابود شود، باز هم وقت وجود خواهد داشت. از کدام زمان انسانیت تصمیم گرفت که وقت را حساب نماید و چه ضرورتی پیش آمد؟ ابتدای وقت شماری آن که سال شماری از تاریخی به حد قدیم سرچشمه میگیرد، کسی عنیق نمیداند که این چیز از کی شروع شد، ولی این چیز از همان لحظه شروع شد که انسان برای حساب کردن وقت ضرورت پیدا کرد. برای چی؟ در منطقه های گوناگون از روی ضرورت های گوناگون، از روی سایه معین میکردن، از روی سایه معین میکردن، از روی بلندی آفتاب معین میکردن، یا اینکه از روی برج ها معین میکردن، یعنی آفتاب در کدام برج قرار دارد، یا اینکه مثلا وابسته به یگان حادثه های طبیعت، یا اینکه بهار شدنش، تیره ماه شدنش، برف باریدنش، از روی مثلا آبخیزی ها حساب میکردن، یعنی وقتی که بهار میشود بارانگری زیاد میشود، سطح آبی دریا بالا میرود، از روی همه آبخیزی حساب میکردن و مردم وابسته به ضرورت خودش از سیستم های گوناگون وقت استفاده میکردن. مثلا برای آنهایی که به کشاورزی و زراعتکاری مشغول بودند،
دانستنی ابتدای بهار ضرورت داشت، یعنی کی گرم می شود، کی هوا سرد می شود، وابسته به همین تغییریابی اقلیم، تغییریابی باد و هوا، آنها باید کشت کنند، حاصل جمع کنند. و همین چیز اگر توجه کرده باشی، هوا هم در میان نسلی کلانسور هست. هست، البته. مثلا آنها بعضی حالتهای نقل میکنند، بعضی چیز را پیشگویی میکنند که ما نسل جوان در حیرت میافتیم. میگن بله. که مثلا ما خیرمن کرد، یکی فلان میشود. این چیز باقی مانده از همون تاریخی بسیار هزار ساله ای مردم است که در حیات هر روزشان از تقویم خورشیدی استفاده میکردن. هر صبح وقتی که ما از خواب برمیخیزیم، وقتی روزمره ما شروع میشود. شاید بیشتر ما وابسته به این نقشه هر روزای خود را داشته باشیم. او امکان دارد که وقت را تنظیم کرد و وابسته به آن کارهای خود را براه ماند. وقت را تنظیم کرده نمیشود. ولی کارهای ما را در دوامی وقت ما تنظیم کرده میتوانیم. یعنی وقتی ما میگیم وقت ندارم یا اینکه وقتم زیاد هست، ما چی تصور میکنیم؟ در اساس چی همین سخنها را میگیم؟ اولش این است که وقتی که ما میگیم وقت ندارم، یعنی کاری ما همون قدر زیادی است که بیرون از همون کار ما دیگر کار کرده نمیتوانیم. وقتی که میگیم وقت زیاد داریم، در همون مدت معینی وقت ما کاری ضروری نداریم که به همون مشغول شویم و گذشت وقت رو احساس ننماییم. و وابسته به ترقیات، وابسته به زیاد شدن شماره اهالی روی زمین، گذریش وقت زیاد، احساس گذریش وقت تیز شده ایستاده است. برای چی؟ چون که برای آنکه انسان در همین جامعه زندگی کرده تواند، موقعش را نگاه دارد، خودش را گم نکند، به زینه های بلندتر براید، او نسبت به آدمانی که 100 سال پیش زندگی میکردند باید کاری زیادتری را انجام دهد. حرکت زیادتر است. حرکت زیادتر است. فرض کردیم 100 سال پیش مردم شهر دوشنبه همگی 200 آیله بود. بله. و کاری که در دایره همین ها بود، در دایره همون 200 آیله جنبست میشد. ولی امروز اهالی دوشنبه حدود 1 میلیون نفر است و برای آنکه ما از خانه مون به جای کار رسیم، هر روز حدود 1 ساعت برفتن وقت صرف میکنیم، 1 ساعت برای برگشتن. یعنی تنها 2 ساعتی وقتی ما تنها به خاطر دسترسی پیدا کردن به جای کاری صرف میشود. صبح سحر گوییم وقتی که شخص با نیروی تازه دارد با کارهای مهم بیشتر صرف کنیم. سپس اون کارهای مهمی که به اجرای اونها فعالیت کاری ادامه نمییابد، اول اونها رو میبینیم. سپس دوام روز بعد کارهای دوم، کارهای که هدفهای دوم درجه، سوم درجه نسبتا که ترتیب گذاری میکنیم، ترتیب جدا میکنیم. سپس اونها رو نیز قدم به قدم اجرا میکنیم. اما وقت بیرون از سیاره زمین دیگرگونه چرخ میزند. تنها این وابسته است به سرعت جسم پرواز کننده. فرض کردیم اگر یگان موشک کیهانی یا اینکه کشتی کیهانی با سرعت به سرعت روشنایی نزدیک پرواز نماید، جریان وقت در داخل آن کشتی کیهانی دیگرگونه صورت میگیرد و ساعتی آنها هم دیگر چیز را نشان میدهد و همین چیز یک پارادوکس را بوجود آورده است در فیزیک، پارادوکس دوگانیک ها. یعنی اگر این خیل باشد، ما یک نفر دوگانیک را در روی زمین نگاه میداریم، یک نفر دیگر را با کشتی کیهانی سوار کرده با صورتی بلند به یگان گالاکتیکی دیگر میفرستیم، در برای دوگانیکی که در زمین جایگیر است وقت تیزتر میگذرد، برای دوگانیکی که در کشتی کیهانی است و با صورتی بلند حرکت میکند وقت آهسته‌تر جریان میگیرد. و وقتی که آنها بعد از فرض کردیم 20 سالی زمینی با هم وامیخورند، برای آدمی که در زمین بود 20 سال گذشته است، برای برادری که دوگانیکی که در کشتی کیهانی بود همگی 5 سال گذشته است. یعنی آنها همین گذشت در جسم آنها تغییر نه. سوال در همین است که جسم آنها بعد از 20 سال زمینی چگونه تغییر می‌یابد؟ وقتی که آنها رو ما بربری هم می‌گذاریم، چگونه فرقیت‌ها رو مشاهده کردن ممکن است؟ این پارادوکس البته در سطح نظریه است. ما هنوز در سطح عملی انسان رو نمی‌توانیم به صورت زیاد به کیهان فرستیم. بله. ولی در ذره‌های بنیادی این چیز دیده می‌شود. مثلا ذره‌های بنیادی هستند که
عمر آنها همگی 2 نانوثانیه است. یعنی از 1 ثانیه 1 میلیارد حصه به تقسیم میکنند، تنها 1 ثانیه اش یا 2 حصه اش. و در آنها دیده میشود که نسبت به ما احساسی وقت در آن ذره ها دیگرگونه تر است. یعنی موافق حساب های ما باید این ذره ها با صورت روشنایی همگی 600 متر حرکت کنند، ولی در عملی میبینیم که آنها مسافه های زیاد را طی میکنند. برای چی؟ برای که گذرش وقت برای این ذره ها دیگرگونه است. هر کس وابسته به سمت فعالیت خود وقت را درک میکند و برای خود نقشه ترتیب میدهد، اما وقت برای ایجادکاران تماما مفهومی دیگر است. شب باید خواب کرد، چون که در شب خواب رفتن در همین وقت برای خواب است. حتما باید خواب کرد، ولی اگر شما بالانسیروفکای پسیخافیزیکی شما در حال ایجادیات باشد، یا یکون نه تنها ایجادکار، همه انسان ها یک حالی باید میتوند خوابش نبرد، چون که مثلا یک مسئله بسیار مهمونه عذاب میتید، یا مثلا دیگر از بین خواب بیدار میشود و میرود، و مثلا اگر اهل موسیقی باشد در پیانینا یا فرتپیانا یکون چیزی را می نویسد، بله بله، یا نویسنده دیگر چه شاعر، دیگر چه مثلا کارگردان، دیگر چه. این وقت تنظیم با تنظیم در آوردنش بسیار مشکل است در ایجادیات، که من حتما در این ساعت باید این کار را بکنم، ولی با طرز عمومی می شود از ساعت 9 تا ساعت 6 بگاه وقتی کاری است، ولی در درون این وقتی کاری با بی‌نظامی های ایجادی خودش هم است که این وقت ها بله. اکثر ما انسان ها تماشای همین اشیا را دوست می داریم، یعنی تماشای یکی از ساعت های قدیمه را. به همین واسطه ما بعضن حالت ها عصب هایمون را آرام می کنیم. اما شما باری اندیشه کرده اید که ریختن خاک همین ساعت مانند به عمر انسانی است. در این همه گرودارها کیها فراموش می شوند؟ آیا ما با این همه دوتاز و بندی کارهای گوناگون بودن نشده است که خود و نزدیکانمون را فراموش کرده باشیم؟ هرگاه که در مورد وقت مثلا صحبت می رود، به اختیار مثلا مصره های استاد لایق وردی زبانم می گردد که می گوید که گاه ما با همه بینادلی و بینایی روز را کور کنیم، گاه ما با همه دانادلی و دانایی روز را کور کنیم، تا ندانیم که این عاقبت کوردلی است، خودفریبی است و یا هیچ کم از خودکشی نیست. عجبا، وقت را می گذرانیم که بر جا باشیم، وقت را می گذرانیم که از دایره وقت برون به خلال از همه سودا باشیم، تا ندانیم که با وقت به هم می گذریم، از ازل سوی عدم می گذریم. یعنی یک نوع انسان در این شتاب زادگی واقعا هم خودش را سرخوش می گرداند که واقعا هم به هر یک کار دیگر پابند شود و بیشتر مثلا خودش را گرفتار نماید، و یعنی یک نوع گذشتن وقت رو درد نکند. یعنی گذشتن وقت چی معنا دارد؟ پشت یعنی همین کلمه میستد انامون مثلا عیادت عزیزان، در صحبت عزیزان، مهر ورزیدن با مثلا عزیزان، دوست داشتن، یعنی همه این چیزها فراموش میشود. Я думаю, что все зависит первый момент от дисциплинированности человека и второй момент от приоритетов, которые он ставит в своей жизни. Если для меня приоритет это семья, то после рабочего дня в 6 часов мы, например, в нашей семье решили, что телефоны, все мессенджеры, все сообщения, звонки по работе, встречи по работе и так далее, они откладываются в сторону. То есть мы с семьей решили, что с 9 до 6 часов у всех людей, кому мы нужны, есть время, чтобы нас найти. На работе, по телефону, в мессенджерах, в соцсетях и так далее. С 6 часов до времени, пока мы идем с семьей спать, мы принадлежим друг другу. То есть и вот это вот именно расстановка приоритетов и дисциплинированность в этом, потому что всегда после 6 вечера кому-то срочно с тобой нужно поговорить. Нужно пойти на какую-то срочную встречу. Нужно что-то срочно переговорить. Но именно дисциплинированность себя и помогать другим людям, мы так это называем, что помогать другим людям ценить наше время и наши приоритеты, помогает нам уделять время тем ценностям. Вакти худ дар дасти худ аст. Дар худи дасти хамин шахс аст.
پیش از اونی که یکون کار رو یکون فعالیت رو آغاز کردن است یک بار باید اندیشه کند که از همه چیزی گرمون به ها این وقت است یعنی وقت رو ما درست اگر استفاده نبریم پگا آینده ما ممکن از اون کارهایی که کردیم شایمون شویم که این اینقدر چیزی قیمت رو ما به کارهای درست استفاده نبردیم برای اویلا برای موفقیت در کار برای دوستان برای هدفهایی که به جامعه فایده میارد یعنی این چیزهایی هست که همیشه هر یک انسان هر یک فرد باید در اندیشه همین چیزها باشد در سیاره زمین شرایط امروز دیگرگون شده است انسانیت وابسته به تکنیکای اختراع شده وقتی خود را صرف می کند می شود گفت که تکنیکایی که امروز روی کار آمد برای مثلا صرفه کردن وقت انسان ها خیلی مثلا مساعد است البته از یک جهت بسیار مساعد است چون که ما مثلا تصور کنید زمانی که سعدی شیرازی به سفری روی دنیا برآمده بود او 40 سال خودش را به همین سفرها بخشید ولی اگر ما امروز خریده سفرهای سعدی شیرازی را ترتیب دهیم و توسط دستگاه های امروز همون سفر را انجام دهیم شاید در حدود یک سال همون سفر را انجام داده تمامیم یا اینکه ناصر خسرو به نقطه هایی که سفر کرده بود ما میتوانیم در حدود یک روز با اونجا رسیم و واقعا همین گونه است مثلا تکنیکی که امروز روی کار آمد برای صرفه وقتی ما ببینید ما در خانه خود میشینیم اگر ما با کاروان بزرگ کاروان مثلا بله. برای خریدن یک لباس رویم چقدر وقت میرود در راه قریب یک ساعت ما صرف میکنیم دو ساعت دیگر در بازار باید ما گشت و گذار کنیم که مال لازمه خود رو خریداری کنیم و همین گونه یک 4-5 ساعت ما برای خریدن یک مال صرف میشود امروز مثلا تکنولوژی که روی کاروان دیگه است مثلا در تلفن موبایل خود همون مواد لازمه خود رو جستجو میکنیم و فرمایش میتین در مدت یک ساعت و در خانه ما میرسدن و نه تنها از بازارهای داخلی تاجیکستان بلکه شما میتونه از تمام دنیا خرید کنید خواه امریکا باشد خواه چین یک مثال دیگر آوردن هم ممکن تصور کنید در زمان ابوعلی ابن سینا وقتی که وی یک کتاب تالیف میکند برای زیاد کردن نسخه همان کتاب باید 10 شاگردش نشینند دوام چندین ماه نسخه برداری کنند خطاطی کنند ولی امروز ما توسط یک دستگاه چاپی میتونیم در دوام یک ساعت هزارها کتاب را نسخه برداری کنیم چاپ کنیم و آن را به مردم پهن نماییم در واقع صرفه وقت برای انسان‌های معاصر یکی از مسئله‌های خیلی مهم است در سیاره زمین اهالی با سرعت زیاد می‌شود و این انسان ها را وادار می سازد که هرچی زیاد در حرکت باشند تا توانند در این همه گرودارها زنده بمانند. مخصوصا در عالم تجارت صرفه وقت یکی از مسئله های اولین درجه است. در دولت های خارجه چنین ترمین ها رو چنین مفهوم ها رو استفاده می برند. پیچینگ، ایدیا پیچینگ، لیفت پیچینگ. این چیز این مفهوم در فعالیت صاحبگوری بهوده استفاده برده نمیشد مثلا در لیفت پیچینگ در مدت یک دقیقه با همون ستارتاپ یا اینکه صاحبگور نوکور وقت داده میشد تو که توانه در یک وقتی کوتو موضوع اساسی ایده خود رو با همون سرمایه گذار یا اینکه صاحبگور واقعی فهموند پرابلمشان رو معاین کنید، راه حلشان معاین کنید و امکانیتی چی طور لایحه رو ثمرانوک در آینده استفاده بردن باید در یک دقیقه تواند معرفی کند. تو کی شما همین گونه ترنینگ رو میگذرونید؟ بله. وقت رو بله. به نظر میگیرید؟ بله. Представьте себе, что вы зашли в лифт и с первого этажа поднимаетесь на шестой этаж. И вместе с вами в лифт зашел, например, Билл Гейтс или Сергей Брилин, да, или учредитель и основатель компании Facebook, да, Марк или Майк Цукерберг. Да. И вот вы едете вместе с ним на шестой этаж, идете на одно мероприятие, вы знаете, что он сейчас будет вас слушать. И вот эти 30 секунд, которые вы поднимаетесь на лифте, что основное вы ему расскажете, или им расскажете, для того, чтобы купить их внимание,
для того, чтобы заинтересовать их вашей идеей, для того, чтобы они захотели с вами сотрудничать или рассказали о вас своим таким же богатым людям, как, потому что богатые общаются с богатыми, да? То есть, или же как результат дали вам инвестиции. То есть, и вот это мероприятие мы называем «беседа в лифте» или «elevator speech», что, как это звучит на английском языке. То есть вот в таком вот ритме и режиме мы стараемся очень долгое время с нашими резидентами работать над их презентациями, над их выступлением, для того, чтобы они говорили суть, ценность и важность для той аудитории, которая собралась, которая готова их слушать и воспринимать. وقت خیلی مفهومی پیج در پیج و نمواین است که هر انسان وابسته به دانش و جهانبینی خود به درک آن خواهد رسید. مهم این است که وقتی خود را بی‌ثمر و رایگان صرف نکنیم، زیرا ارزش آن بی‌بهاست. تشکر از صحبت جالب داشته، بخشش که وقتش مرا گشته. سلامت باشید.